آغاز ششمین رزمایش اقتدار هوایی فدایان حریم ولایت. یا حسین ابن علی علیه السلام، هواپیماهای جنگنده سوخو 24، F4، F5، میگ 29، F14، سائقه، هواپیماهای سوخت‌رسان بوئینگ 707 و 747، انواع پهپادها و هواپیماهای پشتیبانی 330 از زمره پرنده‌های شرکت کننده در این رزمایشند. اما ویژگی خاص رزمایش امسال، مهمترین اونها رزم شب هست. ما امسال اهدافی رو تعیین کردیم که با استفاده از اصل غافلگیری در زمان تاریکی و شب و بمباران هوایی توسط هواپیماهای سنگین و فوق سنگینمون انشاءالله به نمایش میگذاریم. پایگاه های هوایی شهید لشکری مهرآباد تهران، شهید فکوری تبریز، شهید نوژه همدان، وحدتی دزپور، شهید یاسینی بوشهر، شهید دوران شیراز، شهید بابایی اصفهان، شهید عبدالکریمی بندرعباس و برادران شهید دلحامد چابهار از جمله پایگاه هایی هستند که در این رزمایش شرکت می کنند. اینجا پایگاه هوایی شهید دوران شیراز، آغاز ششمین رزمایش اقتدار هوایی فدایان حریم ولایت نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران. تیز پروازان پایگاه شهید فکوری تبریز آماده اند تا در ششمین رزمایش فدایان حریم ولایت نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران آمادگی و اقتدار خود را به نمایش بگذارند. تمرین عملیات برد بلند جنگنده ها همراه با سوختگیری هوایی، دقت در نقطه زنی بمب ها و راکت ها در عملیات هوا به زمین و موشک های هوا به هوا، کنترل و هدایت آتش شکاری بمب افکن ها، رصد اطلاعاتی منطقه عملیات با استفاده از تصاویر هوایی پرنده های با سرنشین و بدون سرنشین، گشت هوایی هواپیماهای رهگیر به منظور مقابله با هر گونه تجاوز هوایی دشمن و انهدام اهداف کشف شده از محورهای مورد توجه فرماندهان در این رزمایش بزرگ هوایی است. رزمایشی که مهمترین ویژگی آن بهره‌گیری از تجهیزات بروز و سلاح‌های نوین ساخت دانشمندان میهن اسلامی است. محمد امین رمضانی، خبرگزاری صدا و سیما، پایگاه هوایی شهید بابایی اصفهان. سلام امیر، جایگاه این رزمایش در تقویت قدرت دفاعی و اقتدار نیروهای مسلح ما چیست و عملکرد نیروهای عملکننده را تا به الان چطور ارزیابی می‌کنید؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و ادب دارم محضر شما و همه بینندگان اخبار نیمروزی. در روز اول رزمایش ما توانستیم با تهیه نقشه ها و عکس ها از صحنه نبرد، تعیین استحکامات دشمن فرضی و مناطقی که باید مورد اصابت قرار بگیرن، اینها را ارزیابی کردیم و در مرحله دوم در غروب امروز و امشب رزم شبانه رو خواهیم داشت و انهدام اهدافی که با اصل غافلگیری دشمن در نبود دید در شب و همچنین بارریزی توسط هواپیماهای C-130 انشاءالله در ارتفاع بالا که از ویژگی های این رزمایش است. همونطوری که جناب عالی میدونید در همه رزمایش ها اولین هدفی رو که ما دنبال میکنیم تمرین و آموزش به نیروهای جوان و نیروهای تحت آموزشمون است که در این رزمایش ترکیبی از عزیزان پیشکسوت ما، از یادگاران 8 سال دفاع مقدس و خلبانان جوانمون در کنار همدیگه است. بنابراین یکی از دستاوردهای مهم اون آموزش به نیروهای جوان از طریق کسانی که در 8 سال دفاع مقدس جنگیدن و این آموزش رو منتقل میکنن. ممنونم امیر خلبان روزخوش، سخنگوی رزمایش.